سلام دوستان، حالتان چطور است؟ دفعه پیش درباره کدام هنرمند یاد گرفتیم؟ بله، هنرمندی به نام گزبیا سایری. بار دیگر قصد دارم که شما را با هنرمند دیگری آشنا کنم. اسم این آقا هست کریس اوفیلی. این نقاش هم روش خودش را برای خلق هنر دارد. بیشتر از این نمی توانم صبر کنم تا ببینم این نقاش چه شیوه هایی برای آثار هنریش استفاده میکنه. پس همین حالا سریعا برویم سراغ آثار هنری کریس اوفیلی. کریس اوفیلی یک نقاش متولد آفریقا است. او روشی به کار گرفته که قبلا هیچ کس از آن استفاده نکرده است. او از سرگین فیل به عنوان متریال برای آثارش استفاده میکنه. می توانید سرگین فیل را اینجا پیدا کنید؟ بله، بیدرنگ می توانید بگوید درست است؟ او طوری نقاشی کرده تا اینکه سرگین فیل و نقاشی با هم در آمیختن. این قسمت کمی تیره است که به خوبی نمی شود دید، اما باز هم شما سرگین فیل را اینجا و آنجا می توانید ببینید. گردنبند دور گردن این خانم هم از سرگین فیل است. خیلی جالب نیست؟ گرچه ممکن است ما آن را کثیف بدانیم، اما سرگین فیل برای مواد مورد نیاز برای تهیه غذا استفاده می شود و به عنوان دارو برای ترمیم زخم کاربرد دارد. بنابراین چیز کثیفی به حساب نمی آید و اگر شما با فهم فرهنگ و رسوم یک آفریقایی آن را ببینید، خیلی جالبتر هم برای شما خواهد بود. به تصویر این خانم نگاه بیاندازیم. بدلیجات زیبایی پوشیده است. لباس هایی که پوشیده و رنگ پسامینه خیلی با هم متناسب هستند و در کل جالب به نظر می رسد. بیایید به این یکی زن در تصویر نگاه کنیم. چه اتفاقی ممکن است برای این زن که به آرامی گریه می کند افتاده باشد؟ این زن در تصویر ناراحت است به خاطر اینکه پسرش در یک ایستگاه اتوبوس به خاطر تبعیضات نجات پرستانه کشته شده. این خیلی غمناک و ناعادلانه است. من معتقدم که هیچ گونه تبعیض نجات پرستانه ای نباید باشد، چون همگی روی زمین برابر هستیم. فراموش نکنید که ما همگی موجودات ارزشمندی هستیم. بنابراین امروز ما نژادهای متفاوت از انسانها را نقاشی خواهیم کرد. در حین نقاشی قلبی پر از عشق برای نژادهای دیگر داشته باشید. پس بیایید شروع کنیم. در ابتدا ما حالتها را به دست می آوریم. پس فعلا فقط به من نگاه کنید. پس من یک فرد را در وسط تصویر قرار دادم و بعد انسانهای دیگر را در اطراف آن. حالا با جزئیات بیشتر آن را میکشیم. اینجا من حالت دستها را برای اینکه کجا کشیده شوند به دست آوردم. Yeah.
پس این روشی است که من حالت ها را به دست میارم. حالا حالت چهره ها را بکشید و آزادن الگوی روی لباس ها را درآورید. وقتی تمام کردید با استفاده از یک خودکار آن را در بالا نقاشی کنید و جای مدادها را پاک کنید. اما مجبور نیستید که از خودکار استفاده کنید. اشکالی نداره اگر بعد از اینکه با مداد هم کشیدید آن را رنگ کنید. صفحه نمایش را برای یک لحظه متوقف کنید و در حالی که دارید بچه ها از نژادهای مختلف را نگاه میکنید نقاشی محشر خودتان را کامل کنید. من نقاشی خودم را به این شکل درآوردم. شما چطور؟ پس زمینه را همطور که میخواهید کامل کنید. کلاس امروز چطور بود؟ آیا میدانستید که این همه نژاد مختلف وجود داشته است؟ وقتی افراد را در نژادهای مختلف میبینید در ابتدا ممکن است برای شما ناآشنا جلوه کنه، اما شما باید با آنها طوری برخورد کنید که احساس ارزشمندی کنند و خوب رفتار کنید، چون آنها خاص هستند همانطور که ما هستیم. به خاطر داشته باشید که وقتی دوستانتان را در نژادهای مختلف ملاقات میکنید آنها خاص هستند درست به همان اندازه که شما هستید. پس بیایید منتظر کلاس بعدی من باشیم. خدا نگهدار دوستان.